واسه کی چی خون، من همونجا با استادم دارن کاسبا میانو میرم، من دارم اونجا جابجا میکنم آیه رو، اصلا کتخلم اگه وایستم که بنام فدایی چی خون. خیلی هم باید ایران پول میدن خدا وکیل. آقا کلاس آدم ها فرم میکنم. خیلی پول زیاده. چی؟ سامان خودش گفت که تو رپ فارسی خیلی پول زیاده، پول میباره. حالا چی شد؟ کارت یه چیز دیگه، پس تو کاسبی، اصلا رپر نیستی. ولی جواب فدایی بدی کونه تو پاره میکنه، خودت خوب میدونی. بابا برو پایین. تو برو پایین، سرمون درد گرفت. بیا پایین سرمون درد. چی داری میگی؟ سامان گفت کسی پایین ندید. اون دفعه من یادم از تو رو اشارم. بذارید من صحبت هم میکنم. من داره مدفرف میده. همین داره مدفرف میده. لطفاً بذار من حرف ایشون رو گوش کنم. لطفاً. آره بچه ها کسی رو مایک ندید. بذارید آقا وحید صحبت کنه. من هوادار سابق زدبازی هم و الان هیچ کاری بهش ندارم. قبلا طرفدار زدبازی بودم و الان دیگه نیستم. ولی سامان بابا تکیر زدبازی هم نیستی. تو دیسبک عرفان رو تو دو روزه جواب دادی، ولی خواهش رو نداری دیسبک فدایی جواب بدی، چون میدونی پاره برو پایین. اون موقع که سامان رفت میکرد بایی کارو تو بایی آقا یه لحظه بایزی آقا بذار خود سامان جوابش رو میده. آره بچه آقا سامان اینجای دیگه جواب میده خودش دیگه. خود سامان زبون نداره بسید شما جواب بده. آره شما نمیخواد جواب بدی دیگه، داره گوش میکنه ببینه چی میگه جوابش بده دیگه. اونم یه انتقاد چیده دیگه، اونم یه انتقادی میکنه. اونم یه دوخوره بی احترامی نکنی، بدون بی احترامی حرفاتونو بزن. آه بچه میزد برو سامان برو، من میشه بشتم حرفشو یه بار دیگه بگو بچه ها نپرید فقط فوش دارم بچه ها جواب فدایی رو دیگه دارم پایدارش که تو اگه ببخشید شمایی خودتی خودت بگو ادامه بده وحید بود بگو وحید فوش دارم دیسبک پایدار رو تو دیگه یه روز جواب دادی خب دیسبک پایدار تو یه روز جواب دادی چون ضعیفتر از خودتون بود هیچ وقت پایدار در حد زدبازی نیست ولی دیسبک چیز فدایی یک ماه جواب ندادی یعنی داری رجز میکنی تو کانال دقیقا چرا جوابش نمیدی؟ درسته من زمانی که جواب اونو بدم اون دیگه از لونش بیرون نمیاد اینو بهت بگم اتفاقا بدی موزیک میده بعضی ها یه روز کار دارن بعضی ها یه ساعت کار دارن بعضی ها 30 ثانیه کار دارن ولی این فدایی یه ذره کار داره من دارم دوش کار میکنم خب سامان داداش تو با پیشرو هم که درگیر شدین پیشرو یه دونه دیس بهتون داد 7 تا بهش دیس دادین پس تو فقط برنده یه بتل نه به قاعده ضعیف‌ترین گروه رپ فارسی یه دقیقه داداش زن آروم شیرت خوش میشه آروم خب وحید شربت خالی خوردی من کی به دیس رو پیش دادم به پیشرو دیس دادم داشتی خواب دیگه فکر گروه تو بود دیگه چرا بعدی سر گروه تو بود دیگه زد بازی بود با من دادم من خوندم الان گروه تو گردن نمیگی خب چاقال نامه رو بدی که ربطی به سامان داره زر میزنی تو چاقال نامه و شوگر دادی اینا رو احمد خون چاقال اطلاعات تو بیا بالا بابا من جواب دادم چیزی نگفتم که بعد تو گفتی من به خاطر امنیت ملی 7 سال نبودم اما آهنگ مهمونی خودمونه علیرضا جیجه یه چیز دیگه داره میگه شاید در حدی نمیده من تو کلانتر شهری هستم یه لحظه بذاری صحبت کنه داداش خیلی داد بیزنی که اصلا بلنگو قود دادی آروم یا بخور مشروعی هم ملتفتی هاش یه نفس همین بکر من زمانی که کارم با ملتفت تموم شه دیگه این آهنگ نمیخونن این یاد باشه ولی تو هیچ وقت نمیتونی به ملتفت دیس خوب بدی. اونا دیسشون از تو بهتر میدونه. اونو دیگه خدا میدونه. اونو خدا میدونه. ببینی متعلق. اونو بقیه تعریف. اونو با هم میدونه. هر کسی رو یه جور میزنه. آقا وحید من یه سوال دارم از شما. آقا وحید من یه سوال دارم از شما. شما کی هستی که بتونی مثلا بگی کی رپش خوبه کی رپش بده مثلا تو چه جایگاهی هستی که بخوای نظر بدی
حالا اشکال نداره انتقاد کنه ولی داد نزن اشکال نداره. منتفرد یه مش عصبی مثل این تحویل جامعه داره. یه چیزی بهت بگم بدونین بچه ها، اینا از قبل میرن بچه ها خیلی وقت میذارن نمیدونم می نویسن اینا بعد میان دیستشون میدن بیرون. سامان فقط جواب میده، خب طول میکشه بچه ها جواب بده، اینا تیرشون از قبل دارن. نه اوکی، ولی من مطمئن باش من روزی که کارم با اینا تموم شه اینا دیگه نمیخونن. این از این داداش اصلا در حدی نیستن. سلطان تو اصلا نگاه کن ببین کی به شما گوش میده کی به اونا گوش میده دیگه، آدم میتونه متوجه شه. آقا جزده اونا گوش میدن داداش، 500 دفعه میگم تو ما کمت بذارید سامون نفت من بعدش یه چیزی بگم. بگو من میخوام یه حرفی آخرش بزنم. بگو بچه ها من یه چیزی بگم. نه یه دقیقه وایسا، من باید یه حرفی بزنم. این وحید یه دقیقه وایسا. وحید تمام حرفا تموم شد. وحید بلندگو. ولی عرفان یه حرف خوب زد، تو مهمان بودی کلا تو رپ فارسی. گاو نخور بابا. آفرین. برو پایین. نه کاری به خورد و خوراکت نداریم ولی زیادی بخوری مریض. آقا بذار جوابش بده. آفرین. کسی که گو میخوره رو باید بهش گو داد. آه وایسا هر وقت چرا بهتون بر میخوره؟ بابا خود 10 سال نبود. آقا بچه‌ها بذارید سامان میخواد صحبت کنه. من نمیفهمم. بچه‌ها دیگه بیاد دیگه چیز میکنم. بذارید صحبت کنه. بگو. آره همین داداش کسی مایکر زاد آه بزنین صحبت کن من آخرش مایکر زاد بهش بگم. بابا سامان ویلسون خودش اینجا، شما چرا داری صحبت میکنی؟ من دارم با اون صحبت میکنم. ببین همین که آوردیمت بالا داری صحبت میکنی میذاری هر چی میگی. آه ولی بذار حرف بزنم. میدونم دارم میگم داد نزنه. ببین من انتقادامو دارم انجام میدم. بذار داد بزنه داداش. یه دفعه با هم میذارم ملتفتی ها اینجوری ان داد میزنن همیشه. بذار بزن. چون دارم پاره میشن آخه. اینا فقط بدون قرآن هست. آقا وایسید بذار سامان حرف تموم شد. سال سامان میخواد جواب بده. آقا سامان بفرما. شماها و همه فناتون کارمندای فنای منین. تموم شد و رفت. همینجوری که دارم بهت میگم. باریکلا. مرسی. بذار تو جیبت. شما همه تون کارمند فنای منیم. اینجوری بکنید تو جیبتون. من دیگه صحبتی ندارم. خداییش یه چیزی گفت دیگه تموم دیگه نباید صحبت کنید. نه خدا راست میگه بابا. چون شما همه تون کارگر و کارمند و کارگرین ولی فنای من همه رئیس و رؤسا هن. اینجوری بکن تو گوشت. فهمیدی چی شد وحید خان؟ به نازم آقا دیگه برو دیگه خدا وحید من بودم میرفتم برو خونه. ببین برو خونه شما همه تون کارمند فنای منیم. مهمان بودی تو رفت پیکل داری؟ یعنی کارمندای ما این در باشه باشه مهمان باشه. باید برو این گوشه رو تی بکش حالا با صحبت داره بعدا. یه حرف خیلی قشنگ بهت زد. واقعا هم حقیقت بود عرفانی حرف رو زد. تو مهمان بودی تو رپ فارسی. هیچ چیز دیگه بابا بگم. آقا وحید یه لحظه وایسا. آقا وحید یه چیز بگم. اما مهمونی بود که اومد صابخونه رو کرد. بس ببند دهنتو. مهمونه دوستماس برو خودشون دوستماس ها بذار تناب اکتر هم پاره کنی با داره حرف میزنه. فنای من هر رئیس و رؤسان شما کارمند فنای منی. کارمنداتون کارمند فنای من هم. داداش گفتم بشم به نازم این یه ذره چیزه. برو این برای تی بزن حالا وعید آجی ببین بزن. آقا بزن من منطقی جواب وعیده بدم خیلی مؤدب و منطقی. ببین کلن چرا فقط راجع به بدبختی صحبت میکنم؟ فقط تو واقع منفی
میگیری، تو فقط وای به منفی، حالت بده. ولی آقا مثلا کارهای زد بازی اصلا اینا همه کارمندن، اینا همه آره بدبختن آجی، اینا همه کارمندای فنای منن، فنای من همه مدیر و اینان، اینا همه کارمندای اونان، برای همین انقدر عصبیه انرژی تو خوش من واسه رئیس میخونم نه واسه یه کارمند و اینا اینطوری هم آقای یه